استاندار تهران تهران متراکم ترین استان کشور اجرای طرح تشدید با اتباع غیر مجاز تا دو هفته آینده برام یاد خداوند بخشاینده و مهربان سلام و وقت شما و خیر عزیز امیدوارم که سیعتمند و سلامت باشین خوش آمدید و یک دیگر از برنامه های مهاجرتی چنل یوتیوب آواز افغانستان هبده آبان 1403 هست یک گزارشی از خبرگزاری جمهوری اسلامی داریم که در مورد طرح ترد اطبای غیر مجاز که شدت پیدا خواهد کرد در دو هفته آینده صحبت میکنیم استاندار تهران گفت پایتخت ویژگی های خاصی دارد به عنوان نمونه از نظر جمعیتی یک چهارمی جمعیت کشور در این استان ساکن هستند پس 19 برابر میانگین کشور، کشوری تراکم جمعیت دارد و همین موضوع باعث شده اکنون متراکم ترین استان کشور محسوب می شود به گزارش خبرنگار ایرنا محمد صادق معتمدیان اصر چهارشنبه در گفتگوی خبری افزود انواع مهاجرت ها را در استان تهران شاهد هستیم مهاجرت اتباه خارجی، مهاجرت از سایر استانها و حتی از سایر شهرستانها باعث شده که توسعه نامتوازن جمعیتی در استان وجود داشته باشد. وی گفت استان تهران در یک دهه اخیر رشد قابل توجهی از نظر اقتصادی داشته اما نوع رشد در آن با دیگر استان ها متفاوت است رشد در این استان از نظر بهرهوری است و رشد در حوزه سرمایه گذاری نیست از این لحاظ نسبت به میانگین کشوری رشد کمتری دارد وی تأکید کرد تا سال 1375 پیک جمعیتی برای تهران 4.5 میلیون نفر بود اما اکنون چهار برابر شده و به خاطر فشار و تراکم جمعیتی بیش از ظرفیت زیست محیطی در تهران مردم سکونت دارد و ادامه داد استان تهران یکی از استانهای گانه کشور با مریت های مشخص است 23 دستگاه اجرایی استان در استان تهران وجود دارد که با شهرستان ها به بیش از 500 دستگاه میرسد. البته هر کدام وظایف و خدمات مشخصی دارند. حضور وزارتخانه ها در پایتخت نیز به عنوان وظایف ستادی عمل می کنند. 204 دستگاه ملی در تهران با وظایف مشخص نیز در تهران مستقر هست. معتمدیان افزود 16 شهرستان در استان تهران وجود دارد اگر مراجعه مردم به دستگاه های استانی است ما تلاش میکنیم مرزبندی را مشخص کرده که مردم در استان تهران سردرگم نشود زیرا معتقدیم خدمات خود را باید از طریق دستگاه های استانی دنبال کنند وای درباره مهمترین مسائلی موجود در دستور کار استانداری تهران نیز گفت زمانی که در جلسه هیئت دولت برای رای اعتماد رفتم چند تکلیف و اولویت مطرح کردم بحث تمرکز در حوزه اداری و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت هاست معتمدیان یادآور شد با توجه به اینکه علاوه بر دستگاه های اجرایی ستات های ملی هم در تهران مستقر هستند و روزانه دو میلیون نفر به دلیل تمرکز اقتصادی و اداری به تهران تردد می همین موضوع باعث شده که معادل کل جمعیت کشور تردد به این استان داشته باشند ضمن اینکه روزانه تردد سیار هم داریم اجرای طرح تشدید با اطبای غیرمجاز در تهران تا دو هفته آینده. استاندار تهران درباره حضور اطبای خارجی غیرمجاز در این استان نیز گفت یکی از اولویت های وزارت کشور که به طور جدی ورود کرده موضوع ساماندهی اطبای غیرمجاز است. وی افزود سیاست های خوبی از سوی وزیر کشور در این زمینه اجرایی شده اما ما هم تکالیفی در سطح استان داریم. به گفته وی ای ای در چند سال اخیر با توجه به تحولات در کشور افغانستان میزان مهاجرت ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و برخی از طریق قانون انجام شده و ایران جمعیت قابل توجهی از مهاجران را دارد و جزء دو دسته و جزء دو سه کشور اول در دنیا هستیم و ای ادامه داد کشور ما میزبان اطبای خارجی است و پذیرایی مهاجران در شرایط سخت است و در 45 سال گذشته در ادوار مختلف این موضوع را ثابت کردیم اما نکته مهم ورود افراد غیر مجاز است که باید شناسایی شوند و افرادی که از کشور خود در استانهای مختلف ساکن شده اند در شرایط استراری بوده و آنها را درک میکنیم اما باید در چارچوب قوانین ایران عمل کنند وی تصریح کرد باید این افراد ساماندهی شوند و به همین منظور طرح انتقال این افراد به کشور آنان آغاز شده است و تا اکنون 850 هزار نفر به کشور خودشان بازگردانده شدند و به گفته فرمانده فراجا تا پایان سال قرار است به دو میلیون نفر برسد. معتمدیان یادآور شد در تهران نیز طرح تشدید انتقال اتباع غیرمجاز با جدیت دنبال می شود. و همه فرمانداری ها و نیروهای انتظامی با محبریت وزارت کشور و مرکز اطباع وزارت کشور آن را دنبال می کنیم. و ای افزود ساماندهی اتباع مجاز نیز در دستور کار است و به همین منظور تدوین اطلس اشتغال و اسکان برای ساماندهی اطباع مجاز در دستور کار قرار دارد و باید بر اساس نقشه ای که ما تدوین کردیم آن را انجام دهیم تا نظارت بیشتری روی این افراد داشته باشیم در طرح ساماندهی با جدیت دنبال می شود تا نظم در سطح استان داشته باشیم خب هم‌اتنان عزیز امیدوارستم که از این موضوع شما هم آگاهی حاصل کرده باشید و موضوع از این قرار بود که تشدیدی اخراج اطبای غیر مجاز در تهران تا دو هفته آینده به اوج خود خواهد رسید و شمایی که در استان تهران زندگی میکنین باید خیلی متوجه رفت آمد نشست و برخواست و این موضوعات باشین به خاطر از ای که این روزها ترد اطبای غیر مجاز به شکل سرسام آور افزایش پیدا کرده است و مخصوصا اونهایی که مدارک داره هم متاسفانه اخراج میشه متاسفانه توهین میشه متاسفانه تحقیر میشه امیدواریم این موضوع را هم باید توجه داشته باشه دولت ایران که مهاجرینی که قانونی هست خودشان برایشان اقامت داده خودشان برایشان اجازه زیست در ایران را داده اینها مورد توهین مورد تحقیر مورد آزار قرار نگیره خب از اطبایی که غیر مجاز هست اطبایی که قانون شکنی کرده خب این معلوم هست که اونا را اخراج میکنه ترد میکنه دستگیر میکنه شناسایی میکنه به هر نحوی خب حالا ما کاری به اون نداریم و هموطنان خود تشویق بر این نمیکنیم که شما حتما بدونی مجوز یا اونایی که در اینجا هست در ایران رفتن باید اونجا بمانن نه ما تشویق نمی کنیم آقا ما میگیم که برگردین به افغانستان برگردین به کشور خود برگردین با همو سرمایه کوچیک و کمی که شما در اونجا ساختین حداقل بیاین در کشور خود سرمایه گذاری بکنین کار بکنین تا کشور خود به شگوفایی برسانیم کشور خود به آبادی برسانیم کشور خود به میزان کشورهای همسایه برسانیم شاید طول بکشه ده سال بیست سال اما بیایید ما شما شروع بکنیم تا به این مرحله برسیم امروز اگر میبینین ایران اینقدر پیشرفت کرده اگر پاکستان اینقدر پیشرفت کرده اگر از امریکا اینقدر پیشرفت کرده اگر آلمان و ترکیه و تمام کشورهای توسعه یافته دنیا مثلا پیشرفت کرده اینا از یک جای شروع کردن از یک جای آغاز کردن تا بالاخره به با امروز به ای شگوفایی رسیدن به ای قدرت رسیدن به ای آبادی رسیدن بالاخره شروعشان اینی که مهم هست که شروعشان هست پس مهاجرین عزیز اگر شما میتونین خب بیاین با همون سرمایه گذاری های خود در افغانستان ادامه دهید بیاین در افغانستان سرمایه گذاری بکنین بیاین که یک کسی که نیاز به کار داره در کنار شما تأمین معیشت خانواده خود بکنن و اونایی که غیر مجاز هست خب متاسفانه دستگیر میشه تحقیر میشه ردی مرز میشه ما از اونا حمایت هم نمیکنیم و تشویق هم نمیکنیم و دوستان عزیز نکته مهمی در اینجا همین بود که اجرای طرح تشدید با اصفای غیر مجاز در تهران تا دفتر این دیگه آغاز شد آغاز خواهد شد و شما نیز متوجه خود باشین خب همتون عزیز بود از گزارشات امروز ما تا گزارش های آینده شما خوبانه به خداوند یکتا جهت حمایت از تیم آواز افغانستان لطفاً چینل ما رو سابسکرایب بکنین ویدیوهای ما رو با دوستای خود به اشتراک بگذارین دوستای عزیز این وقت ها نمیدونم که آیا برنامه های ما خیلی افت کرده خراب شده یا اینکه که بیننده های ما نمیبینه یا برای شما نوتیفیکشن نمی آیا. اطلاعیه نمیه نمیدانم دلیلش چی هست اما متاسفانه سطح ویدیوهای ما سطح بیننده های ما به شکل بسیار بیرویهی پایین رفته اگر دوستای ما یک لطفی بکنن با ما همکاری کنین این ویدیوها را با دوستای خود به اشتراک بگذارین تا اونا لایک کنن تا اونها سابسکرایب بکنن که ما تشویق شویم بتونیم خدمات بهتری را خبرهای بهتری را از فعالیتهای های از اخباری که در ایران در پاکستان در دنیا در مورد اطبا پخش میشه ما او را پوشش بدهیم و خدمت شما بیننده های عزیز خود اینا را ارائه بکنیم یک نکته ای که خیلی قابل اظهار هست این است دوستای عزیز که ما نیاز به همکاری نیاز به کمک نیاز به حمایت های همیشگی شما داریم ما اگر زحمت میکشیم هم به خاطر اطلاع رسانی به هموطنان ما هست به خاطر اطلاع رسانی به اون عده از مهاجرینی هست که واقعا نیاز به همی اطلاعات دارن نیاز به همی راهنمایی ها داره و کوشش میکنیم که بهترین ترین و به موقع ترین اخبار را با شما شریک بکنیم پس لطفا شما هم با ما همیار باشید با ما همگام باشید و از دوستای خود هم بخواید که ویدیوهای ما را لایک بکنن مثلا دو هزار سه هزار نفر من میبینم ویدیوهای ما را میبینه اما متاسفانه لایک کنه کامنت نمیگذاره لطفا شما اگر از برنامه های ما انتخاب دارین میتونین که انتخابات خود در کامنت بنویسین اگر پیشنهادی دارین میتونین بنویسین اگر حمایت و تشویق میکنین هم در کامنت ها بنویسین لایک بکنین تا ما حداقل تشویق بر این شویم که بله خب وقتی که ما یک کار را انجام میدیم هماتانای ما پشتبان ما هست هماتانای ما ما را حمایت میکنه وقتی که شما حمایت کردین ما بیشتر کوشش بر این میکنیم که خب بله وقتی هماتانای ما ما را میبینه حمایت میکنه پس ما چرا برنامه نسازیم ما تشویق به میشیم که بیشتر و بهتر و با کیفیت تر عمل بکنیم پس خواهشان دوستای عزیز ما را همیاری کنین همکاری کنین و با ما بمانید تا برنامه های آینده شما خوبانم به خداوند یک تا میسپارم خداوند یار و نگهدار شما